ما رفتیم گوادر را دیدیم، رفتیم کراچی را دیدیم، رفتیم تمام سلسله هایی که بعد اما مشکلات و تکلیفی چه از سر رای صادرات ما برداشته باشه همیشه دیدیم و همراه مسئولینی که هر کدامشان مسئولمو بخش بود با یک یک نفرشان ملاقات کردیم. تیمای ما ملاقات کردند الحمدلله، امیدواری های خوبی دادند. همچنان از طرف ایران در سرحداتش در بنادر چابهار و بعضی جای دیگه دیدن کردیم الحمدلله. ما میخواهیم که صادرات ما را با واردات ما در هر حالتی که باشه باید ایره بلانس کنیم، باید ایره منظم بسازیم. صادرات ما از واردات ما بالاتر نباشه، واردات ما از صادرات ما بالاتر نباشه. اگر صادرات بالا میشه به خیر است، مشکلی نیست الحمدلله. قسمی که آیسه محترم یادآور شدن، زیادترین صادرات افغانستان اقلام زراعتی است. لحاظ از مسئولین محترم میدان هوایی که اگر ما یک محموله می داشته باشیم به دبی و قیمتاخ به همه معلومش که زنجیره ارزشی که ما شما می خواهیم بلند ببریم او صادرات ماست. اگر گیلاس ما دیگه زیاد قیمتش باشه 300 افغانی است، 400 افغانی است، بگیریم که همون اول سیزن است یا اول تولید ماست تا 400 افغانی است. ولیکن همین 400 افغانی وقتی که به 2000 میشه این دیگه باید این کار به هر حالتی که می باشه باید ما بکنیم. به هر صورت به هر حال ما از همه تشکر میکنیم، خصوصا از آجیس محترم در این عرصه زحمت کشیدن، سرمایه گذاری کردن و تیارایی را که آماده ساختین به خاطر صادرات افغانستان واقعیت یک دستاورد است، یک قهرمانی است و ما روزایی را شاهد بودیم در اوایل که هر ایرلاینی را که درخواست میکنیم بیا از افغانستان کارگو را صادر بکنه حاضر نمیشه به خاطر از اینکه ما محصول از زیاد است، به خاطر از اینکه پولی که در مقابل بیمه از داده میشه زیاد است. امروز الحمدلله خود افغانا به این دست پیدا کردن. فقط خواهش ما همی است که باید هر برنامه ای را که میبریم انحصاری نباشه، رقابتی باید باشه. خواهش ما همی است ما بتانیم اموال ما رقابت کنه، ما بتانیم کرایه ای که ما میگیریم باید رقابتی باشه. یکی از برنامه هایی که ما امرای جانب پاکستان صحبت داشتیم به نام مالتی مدل کارگو بود. یعنی از دسته که ما زیاد مجبوریت حس کردیم، رقابت کردن نتونستیم در بازار چین، ما خواستیم که تا ازبکستان و یا تا ایران یا تا دبی یا تا دبی خو نمیشه تا پاکستان همراه موتر جلغوزی ما را نقل بدیم، بعد از این به تیاره باید نقل بدیم، چون افغانستان کارگوی که واپسی داریم هر قدر که ما کوشش کردیم کارگوی واپسی را پیدا کردن نتونستیم، یک طرفه بود. یعنی ما مجبور میشدیم که هر دو طرف کرا در سر جلغوزه باید بیفتیه. رقابت ها سخت شد، مشکل شد، حتی ما نتونستیم که مکمل جلغوزی خود صادر بکنیم. به هر صورت امروز که الحمدلله خود ما قادر شدیم، سکتور خود خصوصی ما به این برنامه شد الحمدلله، جای افتخار است، احسان پروردگار است، ما شکر خدا را وانده میکنیم و از برادر ما حاجی صاحب محترم پاینده محمد خان حضرتی تشکر میکنیم. یک جان ممنون از همه دوستا تشکر. وقت خیلی کم بود، ما را دیروز وقتی که از سفر آمدیم فقط یادآور شد که ما همی شرکت کارگو افتتاح میکنیم، آمدیم یک پروگرامی که گرفتیم دیگه انشاءالله قبول باشه، دیگه همه تنو به خداوند میسپاریم با خدمتتون ببخشید و خصوصا از تیم مسئولینی که الحمدلله از امارات هستن همیشه شب روز زحمت میکشن، تکلیف میکشن و خصوصا در بخش کارگو دیگه هم ما میخواهیم قطعی ما باید همکار باشن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو دی غټو موټرانو دی کارگو دی نور اموالو دی تجارتی دی ګمرک دی نقل کولو په خاطر باندې جدا مو یو لار اوس تقریبا ډیره نږدې کړی د سلنډر وخت کې باغم ان شاء الله تعالی افتتاح سي. اموال به ډایرکټ دی ګمرک ځای ته لږ نږدې لار نه نقل کیږي ان شاء الله. او د دې په امنیت په خاطر باندې چې وزارت موږ پیشنهاد کړی او د دې د ښه امنیت په خاطر باندې بسته یو ټولی د ولایت لخوا د وزارت لخوا نه موږ ته منظور شوی، د نفر راکړل شوي دي، هغه صرف دې ته آماده دي، تیار روزل شوي کسان دي چې څنګه د اموالو او د مسافرو د تجارانو امنیت موږ څنګه ښه وساتو. نو انشاءالله موږ دې کې ټولو تجارانو ته ډاډ ورکوو چې په ښه خلاص او آزاد طریقه سره دوی تګ راتګ وکولی شي او د دوی لپاره موږ انشاءالله په دائم همکار پاتې کیږو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
بس